اسم تحچین بیاد هممون سوس میشیم و میریم سراغش که یه لقمه مشتی از اون تحچین بزنیم. امروز یه تحچین خوشمزه داریم، تحچین تیکه، چون معمولا همه مشکل داریم برای اینکه تحچین قالبی در بیاریم. امروز از ظرفی میخوایم استفاده کنیم که این کار رو برامون آسون میکنه، به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم. من برم مواد اولی رو خیلی سریع بگم، قبول داری آقا؟ بفرمایید، در خدمت شما. برنج ایرانی داریم، حتما از برنج ایرانی استفاده کنین، چون چسبندگی برنج ایرانی فوق العاده است. حدوداً 3 تا 4 پیمانه ما خیس کردیم، برای 3 نفر هم می‌خوایم تحچین درست کنیم. در کنارش از هل دم کرده استفاده می‌کنیم، می‌خوایم بوی زهم مرغ رو کاملا ببریم، یه طعم دلپذیری هم به این تحچین بدیم. دقیقاً همینجوره. و گلاب ایرانی که می‌دونید که چه طعمش فوق العاده می‌کنه، فقط کم استفاده می‌کنیم. گلاب کاشونه؟ من میگم ماشاءالله، میرم بقیه‌اشو میگم. بله، زعفران ایرانی داریم، حدوداً 1 پیمانه 1/2 پیمانه. کنارش از شیر استفاده می‌کنیم، بازم زوی زهم مرغ رو میبره و طعمش دلپذیرتر می‌کنه. از ماست چکیده استفاده می‌کنیم برای اینکه اون غلظت رو ایجاد بکنه، حدوداً 1 پیمانه. از گیشنیز برای اینکه مرغ رو می‌خوایم قرار باش بپزیم، و همچنین تخم مرغ 2 عدد. بیشتر زردش استفاده می‌کنیم چون می‌خوایم بافت خوبی رو داشته باشه. و پیاز 1 عدد متوسط، سینه مرغ هم 1-2 عدد. حدوداً 300-400 گرم وزن میتونیم استفاده کنیم. نمک، فلفل، ادویجاتی که استفاده کنیم، کمی هم دارچین، فقط زیاد دارچین رو نزنید. آقایش خوبه، من دستکشه و دستم میکنم، بریم که بیایم و آشپزیمون رو شروع کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه ببین و بپز، در خدمت شما هستیم. و آقای شجاعی، غذای امروز ما تحچین هست، با ما همراه باشید تا ببینیم چه می‌کنن آقای شجاعی. رمضانی، شما می‌دونین تحچین چرا این اسمو داره؟ چرا بهش میگن تحچین؟ بله، چیه؟ چرا؟ ببینید، در چین، خب درست میگه، دیوار کشیده بودن در چه از منم می‌پرسه درست بفهمم؟ بله، دیوار کشیده بودن دور چین، اون تهش این غذا رو درست میکردن. من همینجوری. واقعا؟ نه، خودم گفتم. من اصلا برای چی؟ همینجوری دیگه. من چون میدونید من باید حتما جواب بدم، حتی اگه ندونم من باید جواب بدم، نمیخوام کم بیارم. خب چرا؟ خب نباید کم بیارم، من اصلا مدلم اینه. من بیننده ها دارن میبینن، بعد اون وقت بعد آموزی داره. خب شما فکر کردی واقعا من راست گفتم؟ خب نه، خب اینجوری میگه، اونا فکر میکنن که من دوربینم کدوم عذرخواهی میکنم. فکر میکنم الان اون دوربینی. من شوخی کردم، من اصلا نمیدونم چه میشه. شما بگین، چون شما برحال آشپزی بلدین. خیلی خوب آقا، خیلی خوب. یخچال بریم سراغ غذا. چقدر ایشون خوبن، چقدر ایشون خوبن. خب این غذای خوشمزه‌مون رو همینجوری که ایشون فرمودن، ما تحچین مرغ می‌خوایم درست کنیم. اولین کاری که کردیم، ظرف سه منظورمون رو گذاشتیم، آب داخلش ریختیم، پس این میتونیم تو چیزای مختلفم بپزیم. این برنجمون هم داخل این درست نیم پز کردیم و آماده است، اون رو آبکش کردیم. حالا مرغ رو اجازه بفرمایید من بذارم کنار. مرغ رو به چند تیکه تقسیم می‌کنیم. حبه قندی؟ نه، حبه قندیش نمی کنیم، بخاطر اینکه میخوایم تیکاشو بذاریم داخل هر قسمتی. فقط نازک نازکه ها؟ آره، 2-3 قسمت میکنیم که پخته بشه، چون بعدا قراره اون رو ریش ریش کنیم. آقا توش اینقدر بالبال میزنی. خب در کنار این میریزیم، حالا پیاز رو بهش اضافه میکنیم. با چاقو بلدی کار کنی آقای رمضانی؟ من نه، اصلا بعد چی اصلا بلدی سی کار کنی؟ چرا کار بلدی سی کار شما حرفه‌ای هستی؟ اینجوری بلدم. آقا بدی من بیا. تو سریالا میگن وقتی با چاقو میزنی صدا میده، اون موقع دیالوگ نگو بعد شما. آقا دست من تو نمیدونم صدا بردار بیچار چی میکشه. آقا این زبونه هم باید بیا بیرون. بله بله، اصلا نگران نباش، لند دکور رو خراب نکنه آقای رمضانی. دست فردا هر کسی را بهر کاری ساختن. بسیار عالی. این پیازی رو که خورد کردیم و داخل این مرغا می‌ریزیم. انگشتم کو؟ انگشت نصر جش. یلا نکن این کارو آقا، این غذا رو می‌خوام بخوریم ما. خب در کنارش حالا این یه مقدار از این سبزیجات رو هم بهش اضافه می‌کنیم. سبزیه چی بود اسمش؟ این گیشنیزه. گیشنیز. اینی که پر خاصیته. خب حالا در ظرف رو می‌ذاریم کاملا این پخته بشه. پخته شد، تو قسمت بعد اینو ریش ریش می‌کنیم. بقیه موادمون هم آماده می‌کنیم. یه غذای خوشمزه درست می‌کنیم. خب یه مقدار شیر ریختیم رو مرغ که بوی زهم مرغ رو بگیره. آقا با آقای رمضانی چی کار کردی شما؟ حقیقتش اونجا که دیدیم ظرف شما رو انداخت، اومد این ور خورد به کابینت، کابینت افتاد، بعد رفت این ور خورد به صندلی، صندلی شکستش. خلاصه بستیمش به شما تا شما آشپزیتون تموم بشه، بعد زنجیره رو از دستش باز کنیم بیاد اینجا. چه ضرری به تهیه کننده محترم زد بابا. دعوتش میکنین بازم؟ نه بابا، نه دعوت نمیکنین. آقای رمضانی عشق. به به به، خواستم همینه بگم، خواستم همینه بگم، اتفاق بیفته. لحظه شماری داره میکنه غذای شما آماده شه، اونم تحچین. خیلی عالی. ما
ماست رو می‌ریزیم داخل این ظرف، کمی از عرق هل یا هل دم کرده بهش اضافه می‌کنیم برای اینکه عطر خوبی داره. یه بخش خیلی کم گلاب بهش اضافه می‌کنیم. گلاب کاشو نگفتید؟ بازم ماشاءالله. نه جدی، مال کاشو نه. بله مال کاشو دیگه. خب زعفران بهش اضافه می‌کنیم. بله. می‌خوایم این سس رو اول یه دست بکنیم، بعد مواد دیگه رو بهش اضافه بکنیم. این رنگ تخمور. رنگ تاچینه. بله، تخم مرغ رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد کاملا هم میزنیم که کاملا یه دست بشه. بعد کم کم مواد دیگه رو بهش اضافه میکنیم، مثل برنج رو بهش اضافه میکنیم، از برنج. و بازم هم میزنیم و هم میزنیم که به خوردش بره این مواد. بعد مرغ رو بهش اضافه میکنیم. بابا همه مواد بمونم، نمک و فلفلش تنظیم شده است. اگر احساس کردی نمک و فلفل بیشتری میخواد، اینجا باید بهش اضافه کنیم. بعد این مواد رو کاملا، اگر دیدید که یه مقداری غلیظه و میخوان یه ذره رقیق تر بشه و طعم بهتری پیدا کنه، یه مقدار از این آب مرغ هم بهش اضافه میکنیم. بابا که عطر بسیار خوبی رو داشته باشه. تابه یا این ظرف سمنظورمون هم که رو اجاق گرمم هست، کمی هم روغن بهش زدیم. حالا موادمون رو همینجور که میبینید میتونیم اضافه کنیم به تابه، پخشش میکنیم تو اون سه قسمت. بله، تو سه قسمت پخشش میکنیم که برای سه نفر که دعوا هم نشه، راحت. من و شما و آقای رمضانی. خب بقیه چی پس؟ بقیه هم تماشاگر میشن دیگه. آقا نکنیم این کارو، نمونه امروز. آقا تصویر میخوام بگیرم، بعد فکر کنید تصویر رو منو لانگ میگیرن، نمیدونم چی میگن، اسمای مختلف داره. خیلی خب آقای شجاعی، من خدمتون بگم همونجور که شما غذا رو دارین داخل این تابه سه منظور، این تعچینمون آماده میشه، میریم و برمیگردیم، هستیم با شما. آقای رمضانی بودو. بسیار عالی، تحچین خوشمزمون آماده شد. برای اونایی که همین الان زدین توی کانال و در این برنامه ببینید و پس میبینید، من براتون بگم که تو قسمت اول رسیپی یا شناسنامه غذا رو گفتیم. گفتیم چیا داخل است. برنج ایرانی داخلش بود، در کنارش زعفران بود، گلاب بود، هل دم کرده بود، مرغ بود. عرضم به حضور شما که تمدنده هایی مثل خود هل دم کرده، نمک، فلفل و بقیه موارد که می‌خواستیم مرغ رو داخلش بپزیم، مثل پیاز و همچنین یک مقدار گشنیز برای عطر و طعم مرغ بود. تو قسمت دوم اومدیم گفتیم که الان چجوری اینو درست بکنیم. چیکار کردیم؟ اولین کار کردیم مرغ رو پختیم، مرغ تیکه‌ای کردیم، با پیاز و جعفری یا گشنیزون رو پختیم. در کنارش اومدیم برنج رو آبکش کردیم، برنج ایرانی استفاده کردیم، اون رو آبکش کردیم. بعد اومدیم همه این مواد رو تو قسمت سوم با هم مخلوط کردیم، قشنگ رنگ لعاب پیدا کرد، یعنی کاملا یه سسی رو ایجاد کردیم با ماست شکیده همراه با زعفران، شیری که به مرغ زدیم، طعم بوی ذوب مرغ رو گرفتیم و همه اینا رو با هم مخلوط کردیم و ریختیم داخل ظرف چند منظوره‌ای که داریم. یه تعچین خوشگل و خوش رنگ لعاب. برنامه بعدی خدا نگهدار. بسیار عالی، مواظب خودتون و مهربونیای خودتون باشید. یادتون باشه هر غذایی که میخواید به ما بگید، از غذای ایرانی تا هر غذایی از هر کجای دنیا خواستید به ما بگید. مواظب خودتون، مهربونیاتون باشید. خدا نگهدارتون باشه.